بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. امیدوار هستم که همه شما در حفظ الله متعال باشین و روزهای قرنطین و مشکل ناشی از کرونا را همه به خیر و عافیت سپری بکنین. درس امروز ما که این در حقیقت درس نهم است از سلسله درسهای المستشرقون و القرآن الکریم، و در درسهای گذشته بعد از اینکه ما درباره خود استشراق و تاریخ استشراق و همچنین نشأت و تطور و تاریخ استشراق معلومات کافی به دست آوردیم، انشاءالله و آلی وقت زیر رسیده که برسیم به مطالعه و بررسی و ارزیابی و نقد دیدگاه های مستشرقین در مورد قرآن کریم. و طبعا مستشرقین یا خاورشناسا همیشه در مورد قرآن کریم اونا نوشته کردن و قرآن کریم در از ابعاد مختلف مورد مطالعه و بررسی قرار دادن. ارتباط مستشرقین با قرآن کریم چیزی جدید نیست، بلکه استشراق مستشرقین ببخشین ارتباط مستشرقین با قرآن کریم برمیگرده به قرنها. مثلا در اول مستشرقین وقتی که استشراق آغاز میشد و کلیسا با توجه به خطری که از اسلام احساس میکرد و اسلام دین اسلام که در حال گسترش در اروپا بود، یک تهدید مستقیم برای مسیحیت و کلیسا میپنداشت، کلیسا از آغاز در تلاش ای بود که چگونه از نشر اسلام، از گسترش اسلام و از پیوستن و گرویدن مردم در اروپا جلوگیری بکنه. و این خاطر طبعا جنگای صلیبی را کلیسا رهبری کرد و ما دیدیم که جنگای صلیبی که دو قرن ادامه یافت در نهایت به شکست کلیسا منتج شد و صلیبی ها در این جنگایی که دو قرن دوام کرد و ویرانی های زیاد و کشتار زیاد به دنبال داشت، مسیحیان ها شکست خوردن و کلیسا به اهدافی که داشت نتانست برسه. بنان کلیسا به خاطر اینکه اسلام یک تهدید مستقیم برای خود می شمرد و برای مسیحیت این تهدید می دانست، بنان در تلاش ازی شد کلیسا که چگونه بر اساس فکر و بر اساس تبلیغ در نتیجه کار فکری از گسترش اسلام جلوگیری بکنه. به نخستین کاری کلیسا در این قسمت کرد او ترجمه قرآن کریم بود، ترجمه معانی قرآن کریم به زبان لاتینی بود. و طبعا مثل که خود مترجمین کلیسا مترجمین قرآن کریم اینا اذعان میکنن و بیان میکنن و میگن که اینا قرآن کریم به هدف ازی طبعا ترجمه نکرده بودن که قرآن کریم نشر شود و قرآن کریم گسترش پیدا کنه و مردم ببینن که در قرآن کریم چی هست، بلکه مستشرقین به هدف جلوگیری به خاطر بدنام کردن اسلام، به خاطر جلوگیری از پیوستن مردم به اسلام قرآن کریم ترجمه کرده بودند. بناهن از آغاز وقت از آغاز استشراق یک نگرش خصمانه، بلکه یک نگرش مملو از دشمنی و عداوت در برابر اسلام داشت و در برابر قرآن کریم داشت. کلیسا ایره در کرده بود که قرآن کریم نقطه محوری در اسلام است، یعنی همه چیز در اسلام از قرآن کریم آغاز میشه، به خاطر که قرآن کریم که کلام پروردگار است و وحی شده از جانب الله متعال بر بالای پیامبر صلی الله علیه و سلم
این کلیسا درست میدانست، درک میکرد که قرآن کریم از جانب الله، قرآن کریم نقطه محوری در اسلام است و پیامبر صلی الله علیه و سلم نقطه محوری در اسلام است. به این خاطر کلیسا از آغاز تلاش کرد و کوشش کرد که قرآن کریم مورد هجوم قرار بده و شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم مورد هجوم قرار بده. بنابراین نخستین گامی بود که نه قرآن کریم کلیسا ترجمه کرد و آغاز ارتباط استشراق و کارهای استشراقی به ارتباط اسلام از قرآن کریم، از ترجمه قرآن کریم آغاز میشه. اینا مستشرقین قرآن کریم ترجمه کردن و همچنان کوشی کردن که ترجمه طبعا یک ترجمه درست نبود، ترجمه روان، ترجمه سلیس، ترجمه درست قرآن کریم نبود، بلکه ترجمه ناقص و ترجمه مختصرگونه از قرآن کریم بود و تلاش ای بود که با استفاده از این ترجمه، یعنی از یک طرف کلیسا بفهمه که در قرآن کریم چی هست و محتوای قرآن کریم چیست، تا با استفاده از بزعم خودشان، با استفاده از نقاط ضعفی که در قرآن کریم کلیسا به زعم خود بخواه پیدا بکنه، بعدن با استفاده از اون نقاط ضعف علیه قرآن کریم و علیه اسلام اینا وارد عمل شوند. و همچنان کوشش کردند که قرآن کریم پیامبر صلی الله علیه و سلم به شکل یک تصور بسیار، کلیسا کوشش کرد که مستشرقین نخستین تلاش کردند که یک تصور بسیار منفی، یک تصور بسیار غلط و مبنی بر اکاذیب و افتراءات در مورد رسول الله صلی الله علیه و سلم ارائه بکنن. مثلا یک کسی از مستشرقین اوائل که خودش وابسته به کلیسا به نام نیکولاس، او کوشش کرد که قرآن کریم تجزیه بکنه و ایره کوشش کرد که اذعان بکنه و بگه که قرآن کریم در حقیقت برگرفته هست از مسیحیت، یعنی قرآن کریم، مصدر قرآن کریم، منبع قرآن کریم برمیگرده به مسیحیت. و همچنان ایره کوشش کرد که بنویسه که قرآن کریم عبارت است از دیدگاه هایی که علیه مسیحیت از طرف یکی از مشاورین یهودی پیغمبر علیه السلام ارائه شده در قرآن. و همچنان ایره اذعان کرد که قرآن کریم بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم در او دست خورده و قرآن کریم، یعنی بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم قرآن کریم تطور یافته، انکشاف کرده و در قرآن کریم چیزهایی که قبلا نبود داخل شده. و بعد از این طبعا انمی مطالعه که صورت گرفته بود، این اساس و بنیاد قرار گرفت در نزد بسیاری از مستشرقین در مطالعاتشان به ارتباط قرآن کریم. بیشتر عرض کردم که نخستین کاری که مستشرقین به ارتباط قرآن کریم انجام دادن او ترجمه معانی قرآن کریم بود. و به این خاطر مثل که قبلا هم گفتیم، نخستین ترجمه قرآن کریم به خواست کلیسا، به زیر اشراف کلیسا در کلیسای کلونی، در دیر کلونی در فرانسه در سال 1143 انجام شد. یعنی در سال 1143 میلادی نخستین ترجمه قرآن کریم انجام شد. لیکن این ترجمه را کلیسا اجازه نمیداد که به دست مردم بفته و مردم آمد و ناس مردم از این گیر مطالعه بکنن، بلکه تلاش کلیسا ای بود که فقط این ترجمه محدود مانه و اطلاع فقط تنها افرادی که در کلیسا هستند و رجال کلیسا و یک دایره بسیار محدود بتانن دسترسی داشته باشند به این قرآن کریم. به خاطر که کلیسا از این خوف داشت، می ترسید که مسیحی ها از قرآن کریم متاثر شوند و در نتیجه تأثیر پذیری از قرآن کریم اینا از مسیحیت ترک بکنند و به اسلام بپیوندند. و همچنان هدف ترجمه، مثل که پیشتر هم اشاره کردم، هدف ترجمه قرآن کریم این ترجمه اینه بود که اسلام نشر شود یا به صورت بی‌طرفانه دیده شود که در اسلام چی هست، بلکه اصلا تلاش و کوششی بود که کلیسا کوشش میکرد که با استفاده از این ترجمه
به جنگ اسلام بره و به جنگ قرآن کریم بره و جنگ قرآن کریم بره. و ایران باید بگویم که این ترجمه دقیق نبود، یعنی تقریبا یک ترجمه بود که تقریبا یک ترجمه اختصارگونه بود از قرآن کریم، و کلیسا اجازه نداد که ترجمه در توی چند قرن نشر شد. و نخستین بار که ترجمه چاپ شد و نشر شد در سال 1543 میلادی بود، یعنی در قرن 16 میلادی، در قرن 12 این ترجمه به سر رسید، انجام شد، و در قرن 16 تقریبا 4 قرن بعد این ترجمه اجازه یافت که برای نخستین بار نشر شود. یعنی 4 قرن کلیسا اجازه نمیداد که ترجمه قرآن کریم منتشر شود. این ترجمه دیر کلونی یا کلیسای کلونی ای اساس مطالعات استشراقی درباره اسلام و قرآن قرار گرفت، یعنی از اینجا آغاز شد که باز مطالعات استشراقی ای بنیاد شد و اساس شد، و بعدا ترجمه دیگه قرآن کریم صورت گرفت در قرن 18 و به زمان ترجمه قرآن کریم در قرن 17 و 18 بار دیگه ترجمه شد به زمان لاتینی و به زمان فرانسوی و همچنان به زمان انگلیسی. و طبعا ترجمه کلونی تا سال 1698 که ترجمه دیگه به نام مراچی که از مهمترین ترجمه های اروپایی قرآن کریم است، تا ترجمه کلونی تا ترجمه مراچی که در سال 1698 یعنی تقریبا در آخر قرن 17 میلادی ای چاپ شد و نشر شد، این ترجمه کلونی اساس و بنیاد بود. بعد در دومین ترجمه مهم قرآن کریم ترجمه مراچی هست که این از جمله مهمترین ترجمه های اروپایی قرآن کریم به شمار میره، و این تا مدت این ترجمه اساس بود. و طبعا از جمله ترجمه های دیگه که بعدا صورت گرفت، از جمله بارزترین ترجمه های دیگه قرآن کریم ترجمه مستشرق جورج سیل است که در سال 1734 در لندن نشر شد، و این ترجمه بسیار مهم بود و به صورت به طور گونه گسترده انتشار پیدا کرد. یعنی عرض من است که یکی از مجال های مهم از عرصه های ارتباط استشراق و خاورشناسی با قرآن کریم از طریق ترجمه ها بود. یعنی قرار باشه که ما دیدگاه های مستشرقین، نظریات مستشرقین یا ارتباط مستشرقین با قرآن کریم، با مطالعات قرآنی تقسیم بندی بکنیم، در بخش نخست ترجمه های قرآن کریم، یعنی کار ترجمه های قرآن کریم در کل در مجموع به زبان های اروپایی، چی به زبان لاتینی، چی به زبان انگلیسی، چی به زبان فرانسوی، چی به زبان های دیگر، در مجموع در کل اساس و بنیاد ارتباط مستشرقین با قرآن کریم تشکیل میده. و طبعا یعنی ما گفتیم که در نخست وقتی قرآن کریم کلیسا ترجمه کرد و مستشرقین وابسته به کلیسا قرآن کریم ترجمه کردن، چی ترجمه دیر کلونی در فرانسه و چی هم ترجمه مراتشی و هم ترجمه کلیساییست، و چی بعد ترجمه هایی که بعد از او آمد در قدر قدمی نخست، هدف و اساسی ترجمه های قرآن کریم این بود که به زعم خود کلیسا پیدا کردن و یافتن نقایص در ترجمه قرآن کریم بود که در قرآن کریم بود که اونا بخوان که چی قرآن کریم، یعنی با استفاده از ترجمه قرآن کریم اونا تلاش میکردن، کوشش میکردن تا در قرآن کریم در قرآن کریم به زعم خودشان عیب پیدا بکنن، عیب در قرآن کریم پیدا بکنن، و قرآن کریم من کوشش بکنن که از این ناحیه مورد طعن و مورد نقد قرار بدن. به هر حال ترجمه های قرآن کریم مثل که برای شما گفتم این یک مجال بود. بعد مجال دیگه که مستشرقین مجال دیگه که مستشرقین کوشش کردن تا در اون عرصه نوشته کنن بعد از ترجمه، قضیه توجه به مطالعات مربوط به تاریخ قرآن کریم است. یعنی این عرصه دوم است بعد از ترجمه که طبعا مستشرقین تلاش کردن که درباره تاریخ قرآن کریم اینا بنویسن. و به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه اصلا ترجمه، وقتی که ترجمه قرآن کریم در دسترس مردم
در اروپا قرار گرفت، به زبانهای متعدد قرآن کریم ترجمه شد. طبعا به خودی خود به صورت خود به خودی سوال مطرح می شد، سوال پیدا می شد که خب این قرآن کریم، این سوال پیدا چی وقت نازل شده، این قرآن کریم چگونه نازل شده، وحی چگونه بوده و قرآن کریم چگونه جمع شده، چگونه تدوین شده. بالاخره این یعنی ترجمه قرآن، وقتی ترجمه قرآن کریم به دست مستشرقین افتاد و اونا قرآن کریم مطالعه کردن، طبعا به خودی خود طبیعی بود که سوال پیدا شد که قرآن کریم از کجا به وجود آمده، چگونه نازل شده و وحی، دیدگاه مسلمان ها درباره وحی چگونه هست. قرآن کریم یک بار نازل شده، قرآن کریم کم کم نازل شده بنان، و اگر قرآن کریم به صورت تدریجی نازل شده باشه، خب قرآن کریم در چه مدت زمان قرآن کریم نازل شده و از کدام مراحل قرآن کریم گذشته که نازل شده. بناهن به صورت طبیعی از این سوال مطرح می شد و مطرح بحث بود. بناهن این سبب شد که مطالعات مستشرقین در مورد تاریخ قرآن کریم آغاز شد. یعنی بعد از ترجمه میخوایم بگویم که ترجمه قرآن خستین و اولین ارتباط و اولین مطالعات استشراقی یا کار استشراقی، کار خبرشناسه و اورینتالیستیک در مورد قرآن کریم، ترجمه معانی قرآن کریم به زبانهای لاتینی و بعدن به زبانهای دیگه اروپایی بود، یک مجال. بعدن مجال دومی که، حوزه دومی که مستشرقین به ارتباط قرآن کریم اونا کار آغاز کردن، نوشتن و تحقیق کردن، و مجال دوم تاریخ قرآن کریم بود. و طبعا گفتم که کاملا طبیعی بود که یعنی مستشرقین به مطالعات تاریخی در مستشرقین به مطالعه در مورد تاریخ قرآن کریم بپردازن و تلاش بکنن که قرآن کریم از نظر تاریخی بررسی بکنن و سوالایی که مرتبط به تاریخ قرآن کریم است، نزول قرآن، جمع قرآن، تدوین قرآن و سوالای دیگه از این قبیل او مطرح شد و مستشرقین به مطالعه و تحقیق و پژوهش در این عرصه بپردازن. البته طبعا باید فراموش نکنیم که چی در حوزه ترجمه قرآن کریم و چی هم در مجال تحقیق و تحقیق و پژوهش در مورد تاریخ قرآن کریم، در هر دو مجال، در هر دو حالت دیدگاه های خصمانه و دیدگاه های مبنی بر دشمنی و با اسلام و قرآن کریم و با پیامبر صلی الله علیه و سلم و با اسلام در مجموع و حاضر بوده و این حضور داشته که حضور خیلی قوی نیرومند داشته. یعنی به این معنی که نوشته های مستشرقین و چی در ترجمه های قرآن کریم، چی در توضیحاتی که در ترجمه های قرآن کریم مستشرقین نوشتن و چی هم در باره تاریخ قرآن کریم، همیشه دیدگاه های خصمانه، دیدگاه های مبنی بر دشمنی، دیدگاه های مبنی بر تعصب، دیدگاه های مبنی بر بدبینی و کراهیت در برابر اسلام، در برابر قرآن و در برابر پیامبر صلی الله علیه و سلم همیشه وجود داشته. مستشرقین همیشه تلاش میکنند که این را ثابت بکنند که قرآن کریم از ساخته دست بشر است و حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم به زعم مستشرقین قرآن کریم تألیف کرده. یعنی همه تلاش مستشرقین در مجموع در کل شو، همه یعنی کارهایی که مستشرقین در مورد قرآن کریم کردن به صورت در اکثریت مطلق مطالعات استشراقی در مورد قرآن کریم، هدف کوشش است که بیره ثابت بکنن که قرآن کریم ساخته دست بشر است، قرآن کریم وحی پروردگار نیست، و وحی پروردگار که نیست، این از تألیف و ساخته پیامبر صلی الله علیه و سلم است. پیامبر علیه السلام قرآن کریم اونا تألیف کردن و طبعا بعد از این باز در قسمت منابع و مصادری که به زعم مستشرقین قرآن کریم از او گرفته شده و پیامبر صلی الله علیه و سلم به زعم از اونا قرآن کریم از او مصادر گرفتن، طبعا اینا اختلاف نظر دارن، لیکن در قدم در نخست تلاششان نیست که ثابت بکنن قرآن کریم وحی بشر است، قرآن کریم کلام پروردگار نیست، وحی نیست، از جانب الله متعال نازل نشده. و این نقطه مرکزی و اساسی در نوشته های مستشرقین، در پژوهش های مستشرقین، در کارهای استشراقی در مورد قرآن کریم است. طبعا بعد از این که
اینا میخوان کی رو ثابت بکنن به زعم خود که قرآن کریم وحی الهی نیست، از جانب پروردگار نازل نشده، کلام خداوند نیست، و طبعا این تعریف محمد صلی الله علیه و سلم از به زعم خودشان. بعد طبعا در این که قرآن کریم از کدام منبع و مصدر قرآن گرفته شده و مأخوذ است، طبعا مستشرقین باز دیدگاه های متفاوت دارن، نظرات مختلف دارن. بعضی ها قرآن کریم به منابع مسیحی و نصرانی ارجاع میکنن، قرآن کریم برگرفته هست از مسیحیت، از انجیل. بعضی هم به مصادر یهودی قرآن کریم محول میکنن، بعضی هم منابع قرآن کریم از معتقدات و دیدگاه و نظریات و عقاید و رسوم و عادات جاهلیت قبل از اسلام در جزیره العرب میدانند. بعضی هم دشی قرآن کریم و منابع قرآن کریم میبرند به اعتقادات دینی و تمدنی هند و فارس و کشور و امتهای دیگر. لیکن تلاش کلی مستشرقین همیشه ایست که ثابت بکنند که قرآن کریم ساخته دست بشر است و از تالیف پیامبر صلی الله علیه و سلم است. البته باید به این توجه داشته باشیم که این موقف مستشرقین به ارتباط قرآن کریم و این که قرآن کریم ساخته دست بشر است و کلام پروردگار نیست، یک موقف جدید نیست. یعنی در حقیقت این موقف اون موقف مشرکای مکه است، که مشرکین در مکه است، که اونا وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم قرآن بر ازونا تبلیغ میکرد و قرآنی که وحی شده بود بر ازونا میرسند، مشرکین وقتی که در وقتی که قرآن میشنیدن اونا هم این موقف داشتن و ایره گمان میگفتن که گمان میکردن و ادعا میکردن که قرآن کریم ساخته دست بشر است و پیامبر صلی الله علیه و سلم با وجودی که به امین بودن پیامبر علیه السلام و امین بودن پیامبر صلی الله علیه و سلم اینا باور داشتن و ایره خبر داشتن، لیکن میگفتن که بعضیشان میگفتن که پیغمبر شاعر است، بعضیشان میگفتن که پیغمبر ساحر است، بعضی میگفتن پیغمبر خدا نخواسته مجنون و دیوانه است، و بعضی ایره میگفتن که یک کسی دیگه است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم قرآن به پیغمبر علیه السلام القا میکنه و پیغمبر از کسی دیگه قرآن میگیره. و آیا خود قرآن کریم، جالب است که خود قرآن کریم این اتهامات و این مزاحم مشرکین مکر قرآن کریم ایره ثبت کرده و ایره گفته. مثلا در سوره فرقان در آیت پنجم ما شما میخوانیم بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم که مشرکین میگفتن که قرآن کریم و میگفتن که این قرآن کریم اساطیر اولین است، میگفتن که اساطیر الاولین اکتتبها فهی اساطیر الاولین اکتتبها فهی تملا علیه بکرتا و اصیلا. یعنی قرآن کریم مشرکین میگفتن، ادعا میکردن قرآن کریم قصه ها و اساطیر گذشته ها و سابقه است و بر بالای پیغمبر صلی الله علیه و سلم کسی ایر املا میکنه صبح و صبح و در اول روز و آخر روز. یا و همچنان قرآن کریم و در او را رد کرده، مثلا و در مو وقت قرآن کریم از یک طرف این مزاعم و اتهامات تسجیل کرده قرآن کریم و در همونجا قرآن کریم پس را رد کرده. مثلا در سوره یاسین آیت 69 ما شما میخوانیم که الله متعال یعنی این رد میکنه که قرآن کریم و این بصراحت میگه که قرآن کریم نه قول بشر است، نه هم قول شاعر است، نه هم قول کاهن. قرآن کریم میگه که وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. ما پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما شعر یا نامختیم، شاعر نبود پیغمبر و شاعر بودن برای پیغمبر با پیغمبر مناسب نیست. قرآن کریم ذکر است و قرآن مبین است. و همچنان الله متعال در جای دی در تمام صراحت این را بیان میکنه که قرآن کریم الله متعال فرستاده، یعنی او قرآن هم فرستاده به خاطر که نظیر باشه برای همه مردم، لیکن للعالمین نذیرا. یا ما قرآن میگه انه تنزیل من رب العالمین، و قرآن والله متعال میگه قرآن به زبان عربی مبین نازل شده. و همچنان الله متعال پیامبر صلی الله علیه و سلم امر میکنه که یعنی زیاد نگران از این نباشه که قرآن فراموش میشه. الله متعال میگه در سوره قیامت آیه 16 و 17 که لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه. یعنی در تمام آیات دلالت این در به دلالت میکنه قرآن کریم آنچه که بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل میشه از جانب خداوند است و این منبع و مصدر دیگه نیست. و همچنان الله متعال پیامبر صلی الله علیه و سلم بار بار
امر میکنه، تشجیه میکنه که در برابر کفار، در برابر مشرکین، در برابر کسایی که اتهام وارد میکنن، افترا میکنن، و صبر بکنه و مصابره بکنه. و الله متعال و پیغمبر صلی الله علیه و سلم به صورت واضح برش میگه که تنها خودت نیست یا محمد صلی الله علیه و سلم که برای نخستین بار با این تهمت و افترا مواجه میشی، بلکه قبل از شما هم دیگه پیغمبرها بودن که اونا با قومشان را تکذیب کردن و در مورد ظلم و قرار گرفتن. و الله متعال همچنان میره میگه که کسی مجال نیست برای این کسی قرآن از خود پیغمبر از خود قرآن کریم بسازه و بعد آیات نسبت به الله متعال ممکن نیست، اصلا امکان نداره. و قرآن کریم بسیار با الفاظ بسیار قوی و شدید میگه که در سوره الحاقه آیات 44 تا 47 که ولو تقول علينا بعد الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين. يعني مجال نیست که پیامبر یا کسی دیگه پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما تقول بکنه چیزی رو که آیات قرآن نباشه، ما رو وحی نکرده باشه، برای ما به ما نسبت بده. اگر این کار رو بکنه ما، یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم موجود مؤاخذه و عذاب شدید قرار میگیره که کسی مجال نیست. به هر صورت و قرآن کریم پیامبر صلی الله علیه و سلم مردم به قرآن کریم رو پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که که این قرآن کریم بر بالای تو نازل شده و ملائکه به شهادت میتن و الله به شهادت میتن، لکن الله یشهد بما انزل الیک انزله بعلمه والملائکه یشهدون وکفى بالله شهیدا. در سوره نساء آیه 166. بنان به هر صورت آیات قرآن کریم در این مورد زیاد است. همچنان قرآن کریم مشرکین در همون وقت و چالش میکشه، اونا را چیلنج میده که شما یعنی نمیتونید، قرآن از جانب پروردگار است، قرآن وحی پروردگار است و شما نمیتونید که قرآن کریم ممکن نیست برای شما که شما مانند قرآن کریم بیارین، با قرآن کریم شما چیز دیگر مانند مشابه قرآن کریم شما بسازین، ممکن نیست. در سوره بقره آیات 23 تا 24 الله متعال میفرماید که و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسوره من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين. طبعا وقتی که بعضی مشرکین افترا میکردن، دروغ میگفتن، اتهام میبستن که قرآن کریم از جانب پیغمبر صلی الله علیه و سلم است و پیغمبر علیه السلام خودش کلام پروردگار نیست، یعنی از یک طرف در این آیه الله متعال به شک بعضی مشرکین اشاره میکنه که شما اگر شک دارین که قرآن کریم کتاب پروردگار نیست، خیر شوایی خود ساخته خود محمد صلی الله علیه و سلم است یا جای دیگه او را گرفته، شما حداقل یک سوره برین که مانند قرآن باشه، در نظر محتوا، مضمون، بلاغت، فصاحت مانند قرآن باشه و خصایص قرآن داشته باشه و نه تنها خودتان بلکه دیگه کمک بگیرین از کسای دیگه غیر از پروردگار شما کمک بگیرین شما اگر راست میگین. و طبعا موقف قرآن کریم خاصی و صریح است که این هرگز ممکن نیست، فإن لم تفعلوا، یعنی شما این کار کرده رو ولن تفعلوا، هرگز هم ممکن است که شما قرآن دیگه چیز دیگه مانند قرآن بیارین. نتیجه چی میشه که طبعا این موقف افترایتان دروغتان منجر به این میشه که شما را در معرض عذاب پروردگار قرار میده و آتش بسیار دردناک و بسیار آتش بسیار کشنده است. به هر صورت یعنی گفتیم که مستشرقین تلاش میکنن تا در کل تلاش میکنن تا ایره به زعم خود تاکید بکنن که قرآن کریم فرستاده خدا نیست، کلام پروردگار نیست و این کلام بشر است، ساخته دست بشر است و تألیف محمد صلی الله علیه و سلم است. و طبعا و از منابعی که پیغمبر علیه السلام قرآن کریم از منابع مختلف گرفته، طبعا سخن مستشرقین، موقف مستشرقین در مورد منابع قرآن کریم به زعم خودشان و مصادری که قرآن زو گرفته شده باشه، این موقف واحد نیست، بلکه در یک قسمت اونا دیدگاه‌های متفاوت و مختلف دارن، یعنی یک دیدگاه نیست که یک نظر یک دیدگاه داشته باشن، بلکه دیدگاه‌های متفاوت و مختلف دارن و اون را به قرآن کریم و مصادر و منابع مختلف ارجاع میکنن.
به هر صورت این دید مستشرقین درباره قرآن کریم است و طبعا این اتهامات و افتراهایی که در مورد قرآن کریم، در مورد بشری بودن قرآن کریم و نفی کردن صفت وحیانی بودن و الهی بودن و ربانی بودن قرآن کریم و اینکه قرآن کریم کلام خدا هست، این یک دیدگاه جدید نیست، بلکه یک نظر بسیار سابقه است، نظر بسیار قدیمی است و از آغاز نزول قرآن کریم و از آغازی که پیامبر علیه السلام پیغام قرآن کریم برای مردم تبلیغ میکرد، برایشان میرسند، از همون وقت این وجود داشته و تا به سلسله ادامه پیدا کرده و در بس هم آورد قرآن کریم این اتهامات قرآن کریم را تسجیل کرده، ثبت کرده، او را بیان کرده و او را مناقشه کرده، رد کرده در همون وقت. بنابراین یک چیز جدید نیست، اما مستشرقین به سلسله ادامه او اتهامات ادامه دادن و خواستن که اعتبار قرآن کریم ساقط بکنن و قرآن کریم کلام بشری معرفی بکنن و شبهات و شکوک متعدد و مختلف در مورد قرآن کریم ایجاد بکنن و نشر بکنن.